سلام به همه متخصصین زبده حرفه موشکافی. آقا این سیدعلی بوکسوری بود که تو رینگ ژنو به جای دوپین کردن زهر کوف کرد. اینو شما قبول داری؟ حالا این بوکسور قناس زهر خورده در حالی که دراز به دراز کف رینگ افتاده یهو با خبر افزایش تحریم‌ها مواجه میشه. به نظر شما یه چنین زمین خورده‌ای تو این وضعیت چیکار باید بکنه؟ چی؟ سرشو بذارید بمیره؟ ای بابا طرف آخونده، جون میگیره جون نمیده، رو داره این هوا. واسه همین تو همون وضعیتم شروع میکنه با هارت و پورت. یک نوع میتونم عرض بکنم که سردرگمی رو در مقامات آمریکایی مواجه هستیم. از یک طرف در مدعی هستن که در کنگره به دنبال جلوگیری از وضع تحریم های جدید هستن، از اون طرف با حرکاتی از این قبیل تحریم هایی رو، شرکت هایی رو به لیست تحریم ها اضافه میکنن. تازه این فقط یه چشمش بود. سیدعلی توقف موقت مذاکرات تو وین رو هم چسبون به دم این تحریم های جدید تا مثلا جس بگیره که آقا بله شما تحریم کردید، ما هم مذاکرات و نصف کار گذاشتیم و برگشتیم. به نظر من تصمیم بسیار منطقی رو وزارت خارجه اتخاذ کرد، تیم رو برگردون و در حال حاضرم به نظر من شورای عالی امنیت ملی هست که باید تصمیم بگیره برای ادامه روند چه کاری رو انجام بده. نمیخواد شورای امنیت به خودش فشار بیاره تصمیم بگیره. تصمیم به زهرخوری قبلا گرفته شده حاجی، تحریمام که جدید نیست، مگه جدیده؟ اگرچه آمریکایی ها مدعی هستن که این تحریم ها جدید نیست و ادامه تحریم های قبلی هست و این شرکت ها رو به خاطر نقض تحریم های گذشته در لیست تحریم قرار میدن، ولی از نظر ما این خلاف توافقی هست که ما در ژنو داشتیم. بابا بیشتر از این لگد به روح امامت نزن الاغ. چی؟ روح توافق چه کشکیه؟ بالاخره تیم مذاکره کننده واسه چی از ژنو برگشت؟ اصل حرفو بگو. مذاکرات خب خیلی به کندی پیش میرفت. ما از مجموعه روحی حاکم بر مذاکرات هم رضایت چندانی نداشتیم و از اینکه به هر حال مذاکرات نمیتونست به خوبی پیش بره و سازگارها تضمین بشه ما رضایت نداشتیم و خرسند نبودیم. خب مسائل جانبی هم اضافه شد، همون بحث تحریم ها و بحث بالاخره بعضی اظهارات و گفته های مقامات مختلف آمریکایی و اروپایی و نهایتا ما دیشب به این زمینه رسیدیم که بهتر هست که هیئت ما ادامه مذاکرات رو قطع بکنه و برگردن دوستان و همکاران ما و ما یک مشورت و بررسی ها و ارزیابی های بیشتری داشته باشیم و با توجه به جنبندی که خواهیم کرد ادامه مذاکرات رو تصمیم بگیریم در موردش. اینطوریه؟ پس این چی میگه؟ Well, Iran and six world powers ended their latest round of nuclear talks in Geneva today, but the reason why really depends on whom you ask. جین این یعنی این که هر کی حرف خودش میزنه ها. Go ahead, ادامه بده. Iran's Mehr news agency says Tehran suspended the talks, but a European Union spokesman says the talks were stopped due to complex technical issues and that they'll resume again soon. باشه بابا باشه. الان حتما میگی این رسانه استکباری دروغ میگه ها؟ بیا بابا تابناک سبزعلی رضایی رو چی میگی؟ بدبخت رسانه خودتم پتر رو ریخته رو آب. دلیل اصلی توقف مذاکرات کارشناسی ایران و پنج به علاوه یک چه بود؟ نه عراقچی و نه افغان هیچ یک به طور مستقیم ارتباط میان تحریم‌های جدید آمریکا و پایان مذاکرات کارشناسی برقرار نکرده و مطلب صریحی را در این زمینه بیان نکردند. به این ترتیب هنوز به طور دقیق مشخص نیست که روز و شب گذشته
در مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 چه گذشته و توقف این مذاکرات تا چه حد به اقدامات تحریمی آمریکا مربوط بوده است؟ بله، این همون داستان بکسور زهرخورده ولایته که گیج و بیج و پهن زمین میخواد افه بزن بهادری بیاد، اما اونقدر وضعش پتاله که حتی نای همین افه رو هم نداره. حالت بده سیدلی؟ حالت بده؟ حالم بده، احوالم بده، امامو مقوایی دیدم، خودمو لگد مالی دیدم، خیلی بده. حالم بده، حالم بده، آقا رو با بی جامه دیدم، سرشو بی امامه دیدم، خیلی بده. حالم بده، احوالم بده، رفیقامو اسقاطی دیدم، خودمو توشون باطی دیدم، نده. یه لرزی هست که منو تکون میده، تکون میده، آخ تکون میده. حالم بده، احوالم بده. شهر سایه داغ و شب